درود فراوان پوران پور هستم مشاور بالینی جامعه شناس و امروز بخشی دیگر قسمتی دیگر از برنامه بهداشت روان رو در آیا تیوی اجرا می کنم و موضوع امروز صحبت ما حساسیت های روانی هست و نحوه برخورد با اونها اگر کسی هستیم که معمولا تو رو، زندگی روزمره از مسائلی که دور اطرافتون اتفاق میفته خیلی آب آسونی در رنج و عذاب قرار میگیرین و حساسیت نشون میدین و دیگران بهتون میگن که چرا حساسیت داری ولکم بره و خودتون رو احساس که میگین واو من آدم حساسی هستم شاید این برنامه به دردتون بخوره چون میخوایم صحبت بکنیم که چجوری بتونیم حال بهتری داشته باشیم مسئله حساسیت روانی یا موزل حساسیت روانی یه خود برمیگرده به مسائل امیختری از اونجایی که ما رشد کردیم و قرار بود که یاد بگیریم که با خودمون در آرامش باشیم به خودمون اعتماد بکنیم حرمت نفسمون خوب باشه ولی اتفاقاتی شاید تو زندگی افتاد و کسانی به ما ایرادهایی گرفتن و برچسبهایی زدن لقبهایی دادن که احیانا اون چیزی نبودی که ما میخواستیم و از اونجا شروع شد که ما یه خورده زودرنج شدیم، ناراحت شدیم و اصلا واقعا یه جوری حساسیت روانی برام به وجود اومد در مقابل شنیدن بعضی کلمات، بعضی حرفها انتقاد و ایراد گرفتن دیگران از ما و اینکه همیشه مورد پرسش قرار بگیریم. اونجاست که ما یه خورده شاید باید فکر بکنیم که این حرمت نفسی یه مقدار صدمه خورده اگه همیشه توی روابطمون میرسیم به اونجایی که تا دیگری از همون سوال میکنه چرا ما شروع میکنیم به تدافعی شدن و برخورد به اصطلاح یه خورده شاید خشمگین کردن ناراحت شدن و شروع میکنیم از خودمون دفاع بکنیم و توضیح بدیم برای اینکه اونجاست که ما یه خورده همچین ایراد داریم یعنی چی شده اونجاست که ما حسمون نسبت به خودمون درست نیست و خودمون خودمون رو یه جورایی باور نداریم و برای اینی که هی باید توضیح بدیم میخوایم بگیم که نه اینجوری نیست که شما فکر میکنید من جور دیگری هستم این حساسیت روانی بعضا برمیگرده به دوران کودکی ولی خیلی هم تو دوران بزرگسالی بستگی به محیط و شرایطی که برامون تو زندگی پیش اومده ما میریم به طرف اینکه همیشه یه مقدار حس بد نسبت به خودمون داشته باشیم و مورد آزار قرار بگیریم ما معمولا این تو این شرایط حالمون خوب نیست و احساس استراب و ناامنی میکنیم تو رابطه و این حساسیت روانی باعث میشه که دیگری نتونه به ما اعتماد بکنیم و ما هم نتونیم به کسی اعتماد داشته باشیم و خب وقتی که اعتماد نتونیم به کسی بکنیم نمیتونیم در دلی بکنیم نمیتونیم دوستان دوستان و روابط اجتماعی مناسب داشته باشیم و یه خود شرایطمون خوب نیستش. حالا چه کار بکنیم؟ چه کار بکنیم که حالمون بهتر بشه؟ چه کار بکنیم که این پوسته روانیمون یه مقدار قوی تر بشه؟ یه یه جوری افرادی که دچار مثلا تنش های فکری یا مثلا تمرکز حواس هستن اونهایی که یه مقدار تمرکز حواسشون به هر دلیلی به هم میخوره چرا که دیگران بهشون نکاتی میگن چیزهایی میگن و حال خوبی ندارن باید که اونجا نگاه بکنیم که خیلی خوب ببینیم آیا شما خودت خودت رو باور داری آیا خودت خودت رو دوست داری آیا خودت به خودت میگی که خوب هستی و در مقابل انتقاد دیگران میتونی به اصطلاح یه مقدار مقاومت اینجوری بکنی که واقعا یه بازبینی بکنی شاید یه چیزای خوب نیست شاید یه رو میشه درست کرد شاید یه چیزایی نمیشه درست کرد ما چه کار میتونیم بکنیم که از این استراب و ترس و نگرانی همیشگی نسبت به خودمون بیایم بیرون اینکه اول شاید یه مقدار بازبینی بکنیم ببینیم اینها از کجا میاد بعد بتونیم یه مقدار روی خودشناسیمون بیشتر کار بکنیم اون ضربه های روانی یا ضربه های اعتمادی که تو دوران کودکی به به زده شده به خاطر اون لقب ها به خاطر شرایطی که وجود داشته اونها رو بتونیم ترمیم بکنیم من یه مثال خیلی واضح میخوام بزنم مراجعه اینی که سالهای سال من دیدم افرادی که میان پیش من به خصوص تو روابط زناشویی یا روابط خانواده و ناراحت هستن درد کشیدن رنج کشیدن و میگن که من خوشحال نیستم به خاطر اینکه همسرم یا پدر مادرم مرتب از من ایراد میگیرن و به من میگن که تو به حالا کارهایی که میکنی درست نیست رفتارت باید بهتر باشه شرایطت بهتر باشه و وقتی که یه خورده نگاه میکنیم میبینیم که خب یه سری که چارچوب ها به هم ریخته افرادی که وقتی که ما تو دوران کودکی چارچوب های مشخص نداریم با دیگران نمیدونیم کی چی رو بگیم و کی مورد قبول باشه حرف واسه دیگران یا نه و آیا دیگری به ما میتونه اعتماد بکنه اونجاست که اون چارچوب های مشخص که بدونیم تو لحظه اوکی هستیم نیازی به گرفتن توجه و تمرکز از دیگران نداریم اونجاست که این مقدار خب حال اگر اینطوری نبوده ضرباتی خورده شده و ولی اینها همه حل و فصل میشه اون کسانی که میان پیش من و این سوالات, سوالات رو میکنن من یک تست به اصطلاح افسردگی اف استرا و به اضافه تست اعتماد برم یا حرمت نفس میگیرم و بعد نگاه میکنیم ببینیم چقدر تو پوسته های پوسته روانی این فرد یا افراد به اصطلاح ضربات خورده شده و و نگاه میکنیم ببینیم کجاست که میتونیم یه خورده راحت تر باشیم به خودمون اول شروع کنیم باور کردن نقاط ضعف و قدرت رو بشناسیم وقتی که بتونیم نگاه بکنیم ببینیم ما کی هستیم چی هستیم هممون پرفکت نباید باشیم هممون بهتری نباید باشیم هیچ پرفکتی وجود نداره این افراد که حساسیت نشون میدن در مقابل دیگران یه مقدار خیلی دلشون میخواد که پرفکت کمالگرا هستن و این کمالگرایی میبردشون به طرف اینکه کوچکترین چیزی که میشه این سلف بلیم یا انتقاد از خود اینقدر قوی هستش که وقتی دیگری هم یک چیزی به اینها میگه اون سل قدرتی که درونشون هست و خودشون رو دارن مورد انتقاد قرار میدن اون یه دفعه خیلی وحشتناک میشه و فرد رو اذیت میکنه خب پس خودشناسی به ما خیلی کمک میکنه که بتونیم یه مقدار از حساسیت و درد و رنج کم بشه و بعد گفتگوی سالم داشتن قدرت بیان این که چه میخواهیم و چه نمیخواهیم این کمک میکنه یه مقدار حمت نفسمون بهتر بشه بتونیم چارچوب بذاریم حد و مرز بذاریم کیا میتونن تو زندگی ما دخالت بکنن کیا میتونن به ما نظری بدن کیا نمیتونن چقدر دیگران میتونن واسه ما تصمیم گیری بکنن آیا ما خودمون تصمیم گیری میکنیم تو زندگی دوست داریم خودمون تصمیم بگیریم برای خودمون یا یعنی اینکه نه واقعا یه جورایی وا دادیم و برای ما تصمیم میگیرن خب همه اینهاست که حرمت نفس ما رو تر میکنه و اون پوسته روانی قوی تر میشه و اینقدر هی نگران نیستیم که حرفی که میزنیم درسته دیگری چی فکر میکنه دیگری آیا من رو قبول داره من رو دوست داره من رو باور داره و هی میخوایم که از خودم دفاع بکنیم مورد توجه وارد قرار بگیریم و رفتارهایی میکنیم که اون حساسیت ها رو داره چیکار میکنه بیشتر میکنه چه حساسیت هایی که خودمون بر خودمون نجات کردیم چه حساسیت هایی که دیگران برامون نجات کردن و این خیلی قابل حل هستش و قابل درمان حرمت نفس شکست خورده یا حرمت نفس, نفس تضعیف شده یا حرمت نفس خدش دار شده اینها همه قابل درمان هستش اگر به خودمون این وقت رو بدیم و بتونیم رو خودمون کار بکنیم نکته مهم این اینه که ما این رو بدونیم همه ما با یک سری آسیب های دوران کودکی بزرگ شدیم کم یا زیاد کمتر یا بیشتر اونش مهم نیست ولی به هر حال آسیب های دوران کودکی از اون جایی که مورد توجه قرار گرفتیم مورد مهر و علاقه مورد محبت مورد تعنیه به صلاح عشق قرار گرفتیم یا نه و چه شرایطی تو محیط داشتیم اینا همه به ما میتونه آسیب زده باشه و هیچ اشکالی هم نداره به وجود اومده ولی حالا چه کار بکنیم میتونیم راه حل پیدا بکنیم و دوستان عزیزی که میان و ما این تست ها رو ما ازشون میگیریم نش میبینن خودشون که چقدر باید خودشون کار بکنن و خب ولی خب این هم واقعیتی هستش که تغییر گاهی اوقات سخته ولی اگر روش کار بکنیم اگر روش دقت بکنیم حالمون بهتر خواهد شد و ما همه لیاقت این رو داریم که حال بهتری داشته باشیم و امیدوارم که شما عزیزان از این برنامه استفاده کرده باشید منتظر نظراتتون هستیم و خدا نگهدار